رضا شاه کامیاب میشه که از یک ملت تاریخی یه ملت مدرن بسازه. در حقیقت ما ایرانیان در درازای تاریخ بر این اشراف داشتیم، خداگاه بودیم که ما مجموعی از مردم هستیم که در این فلات پهناور ایران پراکنده ایم و با هم اشتراکات بزرگی داریم، چه اشتراکات در رسوم، چه اشتراکات در تبار، چه اشتراکات در زبان، چه اشتراکات در تاریخ مشترک و دلبستگی به این مجموعی که ایران نامیده میشه. رضا شاه در حقیقت هویت ایرانی رو نساخت، از ملت تاریخی ایران ملت مدرن یا نیشن استیت ایران رو بنا کرد، از دل اون وضعیت ملک و طوائفی و به اصطلاح ممالک محروسه ایران از زمان قاجار. ما نمیتونیم منکر بشیم یک نهاد پرقدرتی به نام نهاد مذهب در ایران بوده و سال 57 هم تا اندازه زیادی ما به هر حال دیدیم حضورش رو. این اسلامگرایی میاد خودش رو در قالب یه حرکت سیاسی تعریف میکنه، از دلش انقلاب اسلامی بیرون میاد، از دلش حکومت اسلامی جمهوری اسلامی بیرون میاد. اصلا مهم نیست که بگیم چقدر این حکومت اسلامی هست یا چقدرش اسلامی نیست، مهم این است که گفتمان اینی که اینا ترک کردن، دیسکورسی که اینا برآوردن و جلو آوردن گفتمان اسلامگرایی است و با همین به جنگ رژیم پیشین رفتن و با همینم تو تمام سالهای گذشته تا جایی که توانستن به اصطلاح جنگهای نیابتی علیه غرب رو انداختن در جای مختلف. همه رو نگاه کنید، مسلمانان و عموما شیعه که روی پیرول، روی پرداختهای هنگفت جمهوری اسلامی به خرج ملت ایران مشغول جنگن. ما برای اینکه این اسلامگرایی در جامعه ایران منزوی کنیم، برای اینکه این اسلام سیاسی، این ایدئولوژی رو بتونیم منزوی کنیم، کنارش بزنیم، باید یه چیزی داشته باشیم که یا نیرومندتر از این باشه یا دست کم ناتوانتر از اسلامگرایی در ایران نباشه، ریشه دارتر باشه یا دست کم همون زور رو داشته باشه. اسلامگرایی تو چند سال گذشته در ایران خیلی دموده شد. شاید یه مقالش وامدار کارنامه بسیار ناکارآمد و زشت و زننده حکومت کنونی است و از این رو اون وابستگی ها و اون تعصبات مذهبی در بخش بزرگی از مردم کمرنگ شد یا از میان رفت. برای اینکه بشود نیروی داشته باشه که هم کشور رو از این گردابی که دوچارش شده رها کنیم و هم کشور رو پس از نبود جمهوری اسلامی نگه داری، حفظ کنی و بتوانی ببری به سوی ایجاد رفاه، به سوی آبادانی، به سوی توسعه اقتصادی، به سوی سرافرازی، لازمه اینه که این جهان نگری یا جهان بینی رو بیای تزریق کنی توی پیکر ملت ایران. یه جنبه ایرانگرایی گفتمان نیرومندی است در برابر اسلامگرایی. جنبه دومش ایرانگرایی رو ما بسیار نیرومند می‌بینیم تو بحث وحدت ملی جلوی پدیده‌ای به نام قومگرایی. قومگرایی در ایران ریشه نداشته. ما هیچ وقت در ایران جنگ‌های قومی و ایلی و تباری نداشتیم. ما هیچ وقت استحکاک میان مردم ایران یا حتی ایران بزرگ نداشتیم. شما هیچ سابقه تاریخی نداری که مثلا بلوچ‌ها با کردا جنگیدن یا فرض کنین گیلانی‌ها با لرستانی‌ها مثلا مشکل داشتن، مثلا ازدواج نمی‌کردن با هم یا با هم دیگه همزیستی نداشتن. اصلا همچین چیزایی در ایران خنده داره. بنابراین ما چیزی به نام مشکل قومی نداشتیم، ولی تو این سال‌های گذشته کوشیدن برای ما درست کنن. بحث وحدت ملی و نگرانی و دغدغش واسه ما اگه کشور دشمن زیاد داره، اینو میطلبه که حتما ایرانگرایی در برابر قومگرایی بیشتر برافراشته بشه و بهش توجه بشه. وقتی میگیم ایرانگرایی یعنی ما میان همه آحاد ملت ایران، تمام اون 85 میلیون 90 میلیون بدون هیچ پیشوند و پسوندی، بدون هیچ واژه کم و اضافه ای، هیچ تفاوتی قائل نیستیم. همه رو هم میهن میدونیم و همه رو در اون سرزمین، یعنی در اون گربه زیبا، مشا میدونیم. هر ایرانی در هر گوشه از ایران زندگی میکنه از همه ایران سهم داره، هم از نعمات و مزایاش، هم از بدبختی‌ها و گرفتاری‌هاش، همچنان که تاکنون بوده. بنابراین کسی نمیتونه بگه من یه بخشی از ایران رو میخوام وردارم برم، میخوام برم پی کار خودم، پی تعیین سرنوشت خودم. سرزمین مشاه، شما تا یه خونه نمیتونی یه اتاق آتیش بزنی بگی مال خودمه. این برکشیدن و پررنگ کردن ایرانگرایی کمک میکنه که کشور ما وارد اون به نظر من بحثای ارتجایی نشه، با تحریکات بیگانگان وارد یه فاز جنگ داخلی نشه و بیش از پیش بتونه بر توسعهش و آبادانی و رفاه مردمش بسیار تاکید کنه، وقت بذاره، انرژی بذاره و بتونه پس از جمهوری اسلامی توی نسبتا مدت کوتاه راه طولانی رو بره و بتونه خرابی‌ها و عقب ماندگی‌ها رو جبران کنه.
ملیگرایی در ایران کارنامه خیلی مثبتی است. ببینید، ملیگرایی شمشیر دولبه بوده، ناسیونالیسم در جاهایی به افراط رفته و کار رو خراب کرده و مفهومش به جای دوست داشتن میهن و هر آنچه که متعلق به اون سرزمین و میهن و هم میهنه، به جای اون متوجه این شده که نه، من از بقیه بهترم و تبدیل شده به تنفر از دیگران، از اونهایی که از ما نیستن. این ملیگرایی نیست، ولی به نام ملیگرایی اسمش در رفته، چون اسم این چیز دیگری است. ملیگرایی نیست، ملیگرایی یعنی اون چیزی که من بهش تعلق خاطر دارم، ارثیه تاریخی منه، توی خورجین پدران و مادران ما بوده، امروز به من رسیده، جشن های زیبایی که هست، زبان زیبایی که هست، اشتراکات تاریخی که داریم، اسطوره هایی که داریم، داستان های حماسی که داریم و این جغرافی های زیبایی که داریم، ما رو یه مجموعه کرده که ما میکوشیم مجموعه خوشبختی بشیم. برای ما مهم خوشبختی این مجموعه که نامش ایرانه. انقلاب مشروطه کاملا نگاه ملی درش بود، یه حرکت بسیار رو به جلو و درستی که اومد و در حقیقت آنچه که یک حکومت فاسد و ویرانگر، حکومت قاجار از ایران بر جای مونده بود و تونست از دستشون در بیاره و توی یک فرایند انتقالی به رضاشاه بسپاره. رضاشاه به عنوان کسی که میشود ازش به عنوان ملیگرای ایرانی یاد کرد، چیکار کرد؟ کشور رو مدرن کرد، توسعه داد، کشور رو ساخت با دست خالی، از همه مهمتر اصولا کشور رو نگه داشت و جلوی کشور تجزیه گرفت. در حقیقت فرو نشاندن توطئه ها در خوزستان، در آذربایجان، کسایی که میخواستن که در کشور ملک و طوایفی باشه، ایجاد آرامش و ساختن کشور و هزار یک خدماتی که رضا شاه کرد، همش در قالب ملیگرایی میگنجید. و پس از اون در آغاز دوره محمد رضا شاه، ارتش سرخ شوروی وارد ایران شده، ایران توسط متفقین اشغال شده، بعد از جنگ همه میرن بیرون، ولی شوروی ترک نمیکنه ایران رو، و وقتی ترک میکنه یه فرقه دموکراتی در آذربایجان باقی میخواد بگذاره که